ارتش ترکیه از شدیدترین حمله های هوایی به هدف هایی در خاک سوریه خبر میدهد. آنکارا حمله های امروز را واکنشی به حمله دیروز نیروی هوایی سوریه به نظامیان ترکیه توصیف می کند. جزئیات بیشتر در گزارش بابک گرجی. حمله های روز جمعه نیروهای هوایی و زمینی ارتش ترکیه به هدفها در خاک سوریه واکنشی بود به حمله پنجشنبه شب نیروی هوایی سوریه به نظامیان ترکیه در استان ادلب که طی آن 33 سرباز ارتش ترکیه کشته شدند. وزیر دفاع ترکیه با فجیع خواندن حمله ارتش اسد به سربازان ترک میگوید عملیات علیه رژیم اسد ادامه خواهد یافت. این saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla بیش از 200 هدف نظامی سوریه با استفاده از هواپیما، پهپاد و نیروهای زمینی ارتش ترکیه مورد حمله قرار گرفت. بمباران‌ها بیدرنگ پس از حمله بسیار فجیع به نیروهای ما انجام شد. در نتیجه این بمباران‌ها 5 فروند هلیکوپتر، 23 تانک، 10 زره‌پوش، 23 آتشبار توپخانه و 5 کامیون پر از مهمات، 2 سامانه دفاع موشکی، 3 زاغه مهمات و 1 ساختمان مرکز فرماندهی نابود و 309 تن از پرسنل ارتش رژیم سوریه کشته شدند. عملیات نظامی و حمله های ما طبق برنامه ادامه دارد. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود وی را در جریان تازه ترین تحولات نظامی در سوریه قرار داد. روسیه عمده ترین حامی و متحد رژیم اسد است. امروز نمایندگان کشورهای عضو ناتو به درخواست ترکیه که عضو این سازمان است گفتگوهای اضطراری در این مورد را آغاز کردند. همزمان پناهجویان از سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه و آسیا با تجمع در مرز ترکیه با یونان خواستار پناهندگی به کشورهای اروپایی شدند. رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش گنجایش پناهجویان بیشتر را ندارد و چنانچه بحران ادلب حل نشود ناچار است مرزهای ترکیه به سوی اروپا را به روی مهاجران و پناهجویان باز کند. بابک گرجی، صدای آمریکا.